تلویزیون القد، کنوانسیون ایرانیان درباره نقض حقوق بشر و دخالت رژیم ایران در امور کشورها. النظام الإيراني معروف بدمويته وفساده. سكاي نيوز، رودي جولياني رژیم ایران را خونریز و فاسد توصیف کرد. تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه ملی. با سلامی دوباره، آخرین اخبار ایران و جهان رو تقدیم حضورتون میکنیم. تلویزیون القد گفت تهدیدات ناشی از پرونده اتمی رژیم ایران و به هدر دادن اموال مردم ایران و نقض حقوق بشر و دخالت در امور کشورها مسائلی است که در کنوانسیون اپوزیسیون ایران در واشنگتن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. من اهم الملفات التي تناقشها المعارضه الايرانيه هنا في الولايات المتحده. هدف این کنوانسیون همانطوری که سازمان دهندگانش میگویند آگاهی دادن به آمریکایی‌ها نسبت به فعالیت‌های مشکوک رژیم ایران و دادن اطلاعات مربوط به تعداد زندانی‌ها و مزدوران تهران است که در پی بی‌ثبات کردن و دخالت در امور کشورها نقش دارند. ایرانیان المقیمین فی اروپا و فی الولایات المتحده. اسکای نیوز در گزارشی از کنوانسیون ایران آزاد برای دموکراسی و حقوق بشر گفت نمایندگان ایرانیان مقیم آمریکا از دولت دونالد ترامپ خواهان اتخاذ اقدامات جدی و سریع علیه رژیم ایران شدند. این درخواست در کنوانسیون ایرانیان که در واشنگتن پایتخت آمریکا برگزار شد مطرح گردید. در این کنوانسیون شرکت کنندگان از تظاهرات ادامه داری که شهرهای ایران شاهد آن است حمایت کردند. آنان بر ایجاد حکومتی آزاد و دموکراتیک و غیر اتمی تاکید داشتند. طلب ممثلو الجاليات الإيرانية في الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب باتخاذ إجراءات جدية وسريعة. اسکای نیوز گزارش داد در یک کنفرانس مطبوعاتی که در پایان کنوانسیون ایرانیان در واشنگتن برگزار شد، رودی جولیانی وکیل ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رژیم ایران را خونریز و فاسد توصیف کرد. وی گفت لقد كنت أدعم تغيير النظام الإيراني خلال السنوات العشر الماضية. طی 10 سال گذشته من از کسانی بودم که از سیاست تغییر رژیم حمایت کردم. هنوز هم فکر می‌کنم که تنها راه صلح در خاورمیانه جنبش مجاهدین خلق است. درسی که ما طی این مدت گرفتیم این است که به رژیم ایران نمی‌توان اعتماد کرد. رژیم ایران به خونریزی و فساد معروف است. فکر می‌کنم سناریوی کره شمالی با رژیم ایران هم تکرار شود. اما دونالد ترامپ بیشتر از سلفش فعال است و قدرت آن را دارد که برخلاف دولت‌های قبلی امور را به پیش ببرد. آسوشیتد پرس همزمان با پخش مستقیم کنوانسیون ایران آزاد برای دموکراسی و حقوق بشر که روز شنبه در واشنگتن برگزار شد، عکس‌هایی از این کنوانسیون مخابره کرد. امروز دانشجویان دانشگاه ملی موسوم به بهشتی در تهران در اعتراض به پولی‌سازی دانشگاه توسط رژیم آخوندی، قانون جدید سنوات و نبود شورای صنفی دانشجویی تجمع کردند. دانشجویان دست نوشته هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته بودند دانشجو بیکار، پول از کجا بیاره؟ روز یکشنبه همزمان با ورود آخوند روحانی به سبزوار، مردم این شهر تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات چندین ساله خود شدند. در جریان سخنرانی آخوند روحانی نیز هنگامی که وی گفت خراسان رضوی یکی از استانهای سرآمد اشتغال در سال گذشته با 124,000 شغل جدید است، شرکت کنندگان علیه بیکاری شعار دادند. روی دستنوشته‌های معترضان این عبارت به چشم می‌خورد: کار من کو. انگلستان اعلام کرد بوریس جانسون وزیر خارجه در سفر 2 روزه خود به آمریکا با مقام‌های این کشور درباره رژیم ایران، سوریه و کره شمالی به گفتگو خواهد نشست. وی فعالیت‌های سایبری رژیم ایران، حمایت این رژیم از گروه‌های نظیر حزب الله لبنان، حمایت تسلیحاتی از شبه نظامیان حوثی و نیز تلاش این رژیم برای توسعه برنامه موشکی را خطرناک دانست و گفت مواضع انگلستان، آمریکا و شرکای اروپایی آنها برای مقابله با رفتار و رویکردهای رژیم ایران یکپارچه و متحد است. همیهنان عزیز، رسیدیم به پایان این بخش از اخبار در یک نگاه. توجه شما رو به ادامه برنامه‌های سیمای آزادی جلب می‌کنم. خدا نگهدار.